خامخاری قسمت چهارم کلیه بیماری ها نتیجه داخل کردن غذاهای پخته و مواد مرده و غیر طبیعی و صمی دیگر به بدن می باشد. غذای مرده مانند یک سوخت بیفایده در بدن انسان می سوزد و از بین می رود و یا سلول های بیفایده مریض و مفتخور به وجود می آورد و موجب یک چاقی بی مصرف و غیر طبیعی می شود که مردم بی اطلاع آن را نیرومندی و قوت می پندارند. به علاوه غذاهای مرده سموم مختلفی ایجاد می کنن که به مرور زمان در بدن انسان جمع آوری می شود و سبب مرس های بیشماره می کردن. اصولا کلیه بیماری های انسانی فقط یک علت اساسی دارد و آن عبارت است از وارد کردن مواد مرده به بدن از قبیل کلیه غذاهای پخته، تمام غذاهای حیوانی زنده یا مرده، داروهای شیمیایی، مواد مخدر، نوشابه های الکلی و غیر الکلی، دخانیات، شیرینیجات و مانند آنها. علاقه زیادی که یک مردخار در مقابل غذای مرده احساس می نماید گرسنگی نیست بلکه اشتهای کاذب است که بدن یک معتاد در مقابل مواد سمی احساس می کند. او شکم خود را با مواد کشته پر می کند تا احساس سیری نماید در حالی که بدن وی از فرد گرسنگی واقعی می نالد. بدن هر مرد خار از دو نوع سلول تشکیل شده است سلول های اصلی و سلول های زاید خوردن غذای زنده نباتی عامل ایجاد سلول های طبیعی سالم و متخصص می گردد حالان که خوردن غذای غیر طبیعی و مرده سلول های ناتوان مریض و مفتخور به وجود می آورد و آنها را تقضیه می کند کلیه بیماری های انسانی در این سلول های زائد تمرکز یافتند بعضی اوقات وزن این سلهای زائد در یک شخص به 60 تا 70 کیلوگرم میرسد و این خود مرض است که شخص آن را در آغوش گرفته و با خود میگرداند و با سعی کوشش فراوان آن را تقضیه و پذیرایی میکند و میپروراند. به طور کلی بیماری عبارت است از کمبود سلول های اصلی و متخصص برای به کار گماشتن اعضای بدن از یک طرف و تجمع سلول های زائد و مواد مختلف سمی در بدن از طرف دیگر وقتی سلول های اصلی و متخصص کلیه ها که با دستگاه های مجهز خود خون را تصویه نموده و سموم را توسط ادرار از بدن دفع می نمایند کم می شوند و کلیه ها نمی توانند کار خود را به خوبی انجام بدهند می گویند کلیه ها مریضند. وقتی سلول های اصلی کبد کم میشوند میگویند کبد مریض است و همینطور برای همه قده ها اعضا و سیستم های دیگر بدن همین وضع ایجاد می شود ولی وقتی یک مریض با حقیقت امر آشنا می شود تصمیم میگیرد، تمام غذاهای مرده را کنار بگذارد و با غذای طبیعی تغذیه کند از روز اول سلول های زائد بدن او از گرسنگی شروع به مردن و از بین رفتن می کنند و سموم انباشته شده در بدن او حل می شوند و از بدن خارج می گردن و در عوض سلول های اصلی بدن با به دست آوردن مقدار کافی غذای طبیعی روز به روز افزایش می یابند و در نتیجه قده ها و عضو بدن فعالیت طبیعی خود را به دست می گیرند. بدین ترتیب با مبادله شدن سلولهای زائد با سلولهای اصلی و خلاص شدن از سموم انباشته شده در بدن در عرض مدت کمی کلیه بیماری یک مرتبه از بین می رود و سلامتی کامل به طور معجزه آسایی به دست می آید. حالا من از شما این کدام دارو قادر است سلولهای زائد را بکشد؟ بدن را از سموم خالی کند یا سلولهای گرسنه را سیر نماید؟ وقتی از جلوی داروخانه ها رد می شوم و مشاهده می کنم که چطور این آدم های از همه جا بی خبر صف می کشند و پول خود را به جیب دارو فروش می ریزند تا چند نو سم بخرند و بدن های مسموم خود را باز هم مسموم تر بسازند می خواهم فریاد بکشم و این بدبخ ها را از خطرات این کار بی آگاه نمایم سمومی که باید از داروخونه ها جمع نموده و موزه ها را پر نمایند تا نسلهای آینده با وحشت نگاه کنند که در قرن بیستم چه نوع دیوانگانی زندگی می کردند که تندرستی و, و سلامتی خود را در این سموم کشنده می پنداشتند. کلیه ی آزمایش های طبی مانند معاینه های بدن و خون و ادرار و عکسبرداری و غیره که به خیال خودشان برای شناختن نوع بیماری ها انجام میدهند و از مردم ساده و پول هنگفتی بیرون میکشند کاملا پوچ و غیر ضروری است زیرا کلیه بیماری ها به هر نوع و شکل هم که باشد فقط یک علت دارد که مرد خاری است و یک علاج اساسی و قطعی دارد و آن هم زنده خاری است قبل از کشف آتش انسان میلیون ها سال فقط با مواد زنده و نباتی تغذیه کرده و تکامل خود را طی نموده است غذای یک انسان باید از سلولهای زنده تشکیل شده باشد اصولا غذای کشته شده هیچ ارزش غذایی ندارد و موقعی که حیوانات کشته می شوند سلولهای آنها در مدت بسیار کوتاهی می میرند و خاصیت غذایی خود را از دست می دهند و تولید سم می کنند و به موادی زهرالود مبدل می گردند حیوانات گوشتخوار به وسیله گوشت خام یک حیوان علفخوار همین خوراک های نباتی را غیر مستقیم یعنی از دست دوم می گیرند. به عبارت دیگر وقتی یک گرگ یک بره کامل را زنده زنده می خورد، مثل این است که یک دست علف خورده است ولی انسان چون نمی تواند شکار خود را زنده زنده بخورد پس نمی تواند گوشت خار باشد. همینطور شیر، ماست، پنیر، کره و مانندان ها هیچ ارزش غذایی ندارند. آنها فقط سلول های بی عرضش به وجود می آورند و آنها را تقسیم می کنند. میکروب ها فقط در این سلول ها اثر می کذارن. سلولهای اصلی انسان که از غذای طبیعی به وجود می از میکروب ها باکی ندارند آنها می توانند میکروب ها را بخورند و هضم نمایند بنابراین در دنیای زنده بحث میکروب خاتمه می پذیرند.